ره نیک مردان آزادگیر، چو استاده ای دست افتادگیر. باز هم با جمع از همکاران و خادمین بنیاد بیات در پس کوچه های دور دستی آمدیم. با خانواده برخوردیم که با مشکلات تمام زندگیش را به پیش می برد. مادری که صاحب 5 فرزند و شوهری که از راه رفتن باز مانده است. این از مشکلاتی که دارند نمیتوانند آذوقه ای را برای خودش و اطفالش مهیا سازد. و برای بهبودی کمک و همکاری اطرافیانش چشم انتظار دست خیر است. سرمایه سرد زمستان را با مشکلات تمام تا این دم و پایان رسانیده است. بانو گل چهره در چشمان این بانو اشک گری زده و از بغض زیاد گلویش را باز کردن نمی‌تواند و نیاز به دستی دارد که از زمین بلندش کند و کمکی برایش کند. این هم اطفال نازنینه که منتظرن در جمع کثیری از مردم روزی باشد که افتخاری را به خانواده‌اش بدهد، روزی باشد که دیگران تشویقش کنند، اما آگاه از این نیست که زندگیش چگونه پیش می رود. مادرش از درد پیدا کردن لقمه نانی سری به هر دروازه می زند تا لقمه نانی را برای این نازنینان پیدا کند. همین لحظه ما خودت تماشا دارن در تلویزیون و همچنان در چنل یوتیوب تلویزیون آریانا، میشنون از خودت که زندگی چطور به این وضعیت رسید، چطور به این وضعیت رسیدی خودت؟ همین مکمل بر من حکایه کو. من زندگیمو خوب بود، میشتی دای کندی میشتیم، جای ما خوب بود، زمین داشتیم، جای داشتیم، مال خوب، آو هم نیست، زمین هم نیست، دیگه فرار شدیم، جنگ شد اونجا، مهاجر شدیم، آمدیم اینجا، باز کاروبار هم نیست، دیگه مردکیم سواد هم نداره، کارم نمیتونه، اینم تر بدبخت شدیم. روزگار ما خراب هستن، بچه هایم درس خوانده نمیتونه، یک ذره در لباس و در سر جانج در شکم شرستگی نمیتونیم، همزو خاطر در نوزی کمک شما نیاز داریم که ما رو کمک کنید تا ما رو دایم درس بخونه، تا هم یک ذره روزگار ما خوب تر شنه. خودت چند اولاد داری کلن؟ 4 تا اولاد دارم. خب اولادایت مکتب هم میرن؟ اولادان من مکتب نیم سال نو در مکتبای دولتی شامل کردیم، رفت اونا خیلی خسال خانده نتونسته، وقتی زایشته مورد دیگه هم تر خوبه. فرزند کلانت چند ساله هست؟ فرزند کلانم 12 ساله. 12 ساله همی روبری ما کششته همی هست؟ روبری شما کشته. مثلا اگر یک نفر بر شما کمک کنه، چی نیاز دارین که مثلا بر شما کمک کنه؟ به اساس کمک هایی که مردم میخواین از براتون کمک داشته باشه، کمک داشته باشه که یک مواد خوراکی در ما کمک شنه، دیگه یک چیز نه چیزی کمک شنه، پیسه باشه دم که این بچه های ما یک جایی درس بخونه، یک زر بی سواد نمانه، بی سرنویش نمانه، مثل خودم مور مخدم بی سواد نداری، بی سرنویش نداری، نمیتر بی سواد بدبخت هستیم، اولادا بمتر نشه، اما کمک در ما برسه یک زرد مدامی اولادای مرستگیش نه. تا این دم زمستان زندگی رو چطور تیر کردیم؟ دم زمستان هم از امزی قوما بود، در ما کم توم سخت گرفت، دیگه اونمون تانوزه تیر کردیم، دیگه در خانه سرده، دیگه گای شو رو درم تیر میشه مقصد. خب در دایکندی گفتین خانه داشتین، چی باعث شد که از اونجا آمدین به اینجا به کابل؟ اونجا جنگ شد، اگذارم طالبان اونجا هم لکد خبر داشتیم، جنگ گفتن آوارگی میاره، ولی توی سرحدی که خانوادهی که زمینش در اونجا بود، کشت و کارش در اونجا بود، بالاخره به اثار جنگ و که نتونست در اونجا اقامت داشته باشه، رخت سفر بستن و به کابل آمدن، در این هیاهو که سواد نداشته باشن،
و کار هم کم پیدا باشه. زندگی واقعا سخت است و این سختی زندگی انسان به بسیار راه ها میکشانه. که یکی از فامیل هایی است که از دایکندی بی سرپناه شدن آمدن در کابل و میریم سراغ اطفال نازنینش ببینیم که اینا چی گفتنی دارن در جمعی که کدو دوستاش هستن، چطور همراهش برخورد میکنن. سلام. سلام. نامت چی است؟ مهدی. مهدی، مکتب میخوانی؟ این تازه امسال میخوانم. تازه امسال صنف چند است؟ صنف اول شدی یا صنف دو؟ صنف دو میشم. صنف دو میشی، ماشاءالله ماشاءالله. باز چطور از درسایت؟ خوبه. باز مکتب که میری همراهی دوستایت چطور همراهیت برخورد میکنن؟ خوب. آزارت خانه میتن؟ نه. هیچ؟ نه، با قاجا نمیده. کدام وقت شده باشه که به خاطر کتابچه یا قلم یا کدام چیز دیگه تو را استاد از صنف کشیده باشه؟ یک دفعه. چطور کشیده صنف؟ داینده دوست داری چی شوی؟ معلم. معلم. چرا میخوای معلم شوی؟ خوبه دیگه. خب چرا میخوای معلم شوی؟ خوشت میه؟ آره. میخوای خدمت کنی؟ آره. آرزو شبی بینین خیلی کوچک است ولی با خیلی امیدهای مکتب رفته، صنف دوی مکتب است. فکر بکنین اگر ای فردا روز که بالاخره با مشکلات از این سختر مواجه شود که نتونه مکتب بره، نتونه کتاب و قلم خود تهیه بکنه، چطور میتونه مکتب بره؟ چطور میتونه در میان صنفی هایش خوب باشه، خوب بدرخشه؟ میرم سراغ فرزند بزرگ خانوادهشون ببینیم که اینا از دلهوره هایشون چی برام میخواین بگوین. سلام. سلام. نام مکتب بگو برام. نام روح الله. روح الله جان، مکتب میری خودت؟ آه. صنف چند هستی؟ تازه میریم. تو هم تازه میری؟ مثلا صنف چند؟ صنف اول هست یا دو؟ سه میرم. صنف سه. بسیار خوب. چطور از درسایت برخورد صنفیت هم چطور است؟ خوبه دیگه. آزارت خونه میتن مثلا گویا بفهمن که غریب هستی و بابت هزی؟ نه. هیچ آزارت نمیتن؟ نه، ما خبرت ندارن. اونا خبر ندارن، یعنی خودم نخواستی که دیگه از پیش از یه آگاه شون ها؟ خب داینده دوست داری که بخیر چی شوی؟ بعد چون تیز معلوم بود یکان انجینیر یا دکتر. یکان انجینیر یا دکتر؟ آره انجینیر میشه یا دکتر؟ شاید دکتر شون یا شاید خود انجینیر دیگه. انجینیر میشه. فکر کنین یک نفری که در فکر و ذهن و هوشش بالاخره یک خیال پردازی کرده که میخواید آینده اگه انجینیر شوه یا میخواید یک معلم شوه، استاد شوه، خادم ملت شوه، چقدر سخت باشه که در میان صنفی هایش با وجودی که نادار هست به شکل گزاره کرده گویا که سرش نفامه. سخت است زندگی، واقعا زیاد سخت است. کدام روزش واقعا سخت بوده که شما را وادار به این ساخته که گیریه کنین، ناراحت شوین؟ دو روزایی بوده که اولادای من مکتب روان شده که لباس نداشته، کتابچه نداشته، قلم نداشته. روزای سختی بوده که تیر کردیم. اینا خوشتوگ اصلا نمیفهمه دیگه، کلی مشکلات سر مادر و پدر میادیم. اونو در موضوع خاطر نیازمند هستیم، میخواییم که ما رو کمک کنید برای ما که مولادایم به سر نویش نشنم. شنیدیم از حرفایشان از دو نازنینه که در خانه کنارش هست. شنیدیم زندگی با تمام زین و بمهایش و بالاخره با تمام بلندی و پستیهایش بالاخره تانسته اگر زندگی تو این دم پیش ببره. اگر شما فکر میکنین که در جمع اشخاص قرار میگیرین که میتونین به یک نفر کمک بکنین، از یک افغانی تا نهایتا هر چی که از توانتان می یک کمکی داشته باشین به این فامیل ها، میتونین به شکل که خود شما ما را از
صفحه یوتیوب تلویزیون آریانا تماشا دارین، میتونین که در پیج تلویزیون آریانا یا هم در پیج آریانا اف ام شمایی که دوست دارین کمک بکنین مراجعه بکنین. انشالله ای صدقه جاری است که شما میتونین کمک بکنین، ممکن به خاطر همین کمکتون یک بلای از سرتون رد شوه. پس اگر توانی زیره دارین، دست سخا داشته باشین، دست باز داشته باشین، به نیازمندا کمک بکنین. و این نیازمندا هستن که چشم برای ما و شما، کسایی که حداقل سرمایه و جایداد و سرمایه هر چیز از هر چیز تکمیل است دارن. کمک بکنین، هیچ هدر رفتنی نیست. تشکر، سلامت باشین. از تک و تکتان ایام بکامتان. بای جزه.